عقرب یا همون ارکیده، گیاهی که در طبیعت رشد میکنه. طبیعتی که برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی داره باعث تخریب و نابودی به تدریج اون میشه. اگر ما بتونیم اون رو در سطح تجاری تولید کنیم با استفاده از پروتکل هایی که به دست آوردیم، بنابراین میتونیم جلوی این تخریب طبیعت و که میتونه حتی منجر بشه به انقراض این گیاه رو بگیریم. همین دغدغه باعث شد تو پاکدشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران به فکر ساختن دستگاهی برای تولید بیشتر قده و ریشه این گیاه بیفتند. نوع گیاه ما که در ابتدا ارکیده بوده در اینجا ریخته میشه، ارکیده ماده غذایی رو در اختیار میگیره، پس از اون دوباره دستگاه مکش انجام میده، ماده غذایی رو سر جاش برمیگردونه و از این طریق از طریق فیلترهای هوایی که اینجا هست، هوای تصفیه شده، در اختیار گیاه قرار میگیره. حالا این مدل کوچیک اگر به یک نمونه اصلی در مقیاس بزرگتر تبدیل بشه، میتونه میزان تولید یک گیاه رو هزاران برابر افزایش بده. بیوراکتورهای گیاهی مثل کارخونه هایی میمونن که سطح تولید رو چندین هزار برابر میکنن. به اون گزارش هایی که حالا در مقالات و گزارشات علمی وجود داره، بین 8 تا 15 هزار برابر بیشتر میتونیم گیاه رو در سیستم های بیوراکتور تولید کنیم. امیدوار هستیم که بتونیم این تکنولوژی ها به جایی برسونیم که حالا با حمایت دولتی و خصوصی به حالت تجاری برسونیم و بتونیم این گیاهان با ارزش ایرانی که متاسفانه در حال انقراض هم هست وارد بازار جهانی کنیم و بتونیم ارز قابل توجهی رو وارد کشورمون کنیم. اینجا جایی که پژوهشگران همه توانشون رو به کار میگیرن که صفر تا صد کار تولید تمام ایرانی بشه. تولید کننده های ما امیدوارن که روزی به اونجا برسیم که به جای اینکه نهادهای اولیه‌شون از کشورهای دیگه وارد کنن، از همینجا از همین سرزمین تهیه کنن. ما برای رسیدن به اون هدف ها هرچند ممکنه طولانی باشه تلاش میکنیم و از تلاشمون هم ناامید نمیشه. با حمایت از این طرز ضمن خودکفایی در تولید بذر و نشای گل های زینتی، میتوان به احیای بیش از پیش 85 میلیون هکتار از مراتع طبیعی نیز امیدوار بود.